سلام و سلام و سلام، اومدیم با یه ویدئوی دیگه برای ساز جذاب سازلرنی و این دفعه سازلرنی دیاتونیک ده سوراخ. امروز میخوایم بهتون بگیم که شما برای شروع باید چه سازلرنی رو تهیه بکنید. حتما این ویدئو رو تا انتها ببینید که خیلی مسئله مهمیه. شما میتونید برید سازلرنی خیلی حالا خیلی مثلا خوشتون میاد تو مغازه است میرید میگیرید 2 تومن 3 تومن 4 تومن 5 تومن، بعد یهو میام بیرون میبینید اون سازلرنی برای شروع به دردتون نمیخوره. برای اینکه این مسئله رو متوجه بشین این ویدیو رو میتونید تا آخر ببینید و من در مورد مسئله براتون صحبت میکنم. لطفا لایک و سیو شیر و کامنت تا این چیزا یادتون نره و حتما سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم تپ بزنید که ویدیوهای بعدی آموزشی بعدی که میذاریم براتون بیاد و بتونید ازشون استفاده کنید. خب ببینید، ما توی دنیای سازلرنی دیاتونیک شکلای خیلی مختلفی از سازها رو داریم و هر کدوم اینها خب خیلی متعدده. ممکن این شما رو گیج بکنه، بگی اصلا اینا چرا اینقدر مثلا شکل ها و اندازه های مختلفی داره. مثلا یکی از نمونه های حالا یکی از باکس هایی که برای این ساز وجود داره یه همچین باکسی هست که باکس هونر هست و خب حالا شکل تکی دونه دونه ایش هم هست و به این شکل توی اینجا قرار میگیرن دونه دونه و اینها به قول معروف اندازه ها و شکل های مختلفی دارن که تعدادشون زیاد بود. بنده هم همشون دارم ولی خب بخوام نشون بدم تایم زیادی میگیره، ولی کلا به طور کل که شما بتونید ببینید اینا به شکل زیپ میتونید اینجوری ببندینش رو خودش یه باکس میشه شما. ولی کلا به طور کل اگه بخوام بدونید که سازلرنی دیاتونیک برای شروع باید چه چیزی انتخاب کرد جدا از مدلش ها، مثلا این مدلی که بنده دارم مثلا سوزوکی MR 360 هست که یک مدل خیلی خفنه به نظر من و مدل های هونرش هم هست که حالا اونا رو بنده دارم بعدا توی روند دونه دونه ازشون استفاده میکنم و بهتون نشون میدم. میتونه همه اینا استفاده بکنید خب، ولی چیزی که وجود داره اینه که شما برای شروع باید چی تهیه بکنید جدا از این که چه برندی باشه، حالا مثلا هونر باشه، سوزوکی باشه، برندهای چینی باشه و خود برند هونر و سوزوکی مدل‌های خیلی مختلفی داره. جدا از همه اینا شما چه سازدهنی باید بگیریم؟ خب من امروز می‌خوام اینو بهتون بگم. ببینید سازدهنی که وجود داره، حالا توی این فکر کنم مشخص بشه، ببینید یه حرف سی اینجا وجود داره. خب تمامی کتاب‌های سازدهنی دیاتونیکی که در جهان وجود داره، خب برای شروع شما باید سازدهنی دیاتونیکی که حرف سی داشته باشه بخرید. بقیه مدل ها و بقیه شکل ها و بقیه گام ها اصلا در ابتدا احتیاج نیست. خب چرا؟ چون شما بعدها که اون چیزی که روی این مدل یاد میگیرید و وقتی روی این مدل و گام اوکی شدین و استاد شدین اینو میبرید، حالا استاد مثلا در حدی که به هر حال بتونید بزنید، اینو همین شکلی که وجود داره و همون چیزایی که روی یاد گرفتید میبرید روی شکل ها و پترن های دیگه که بهتون نشون دادم گفتم توی این پکیج هست یا حالا پکیج های جدا جدا دونه دونه میتونید بخرید، اینا رو میرید رو اون گام ها اجرا میکنید. پس حواستون باشه حتما برای شروع مدل سازدهنی که میگیرید، حالا جدا از اینکه آلمانی باشه، چینی باشه، ژاپنی باشه، حتما این حرف سی رو در کنارش داشته باشه. حالا این سی انگلیسی چی هست؟ ما توی بخش حرفای لاتین تو درس تئوری توضیح دادیم، گفتیم نوت ها هر کدومشون با یک حروف لاتین نشون داده میشن و اون حروف لاتین رو گفتیم مثلا A نشون دهنده نوت لا، B نشون دهنده نوت C و حرف C رو گفتیم نشون دهنده نوت دو. یعنی ما هارمونیکایی که به اصطلاح هارمونیکای دیاتونیکی که در ابتدا میگیریم باید در گام دو ماژور باشه و این گام دو ماژور توی این مدل از هارمونیکا رو با سی نشون میده. چون توی این مدل هارمونیکا ما شکل‌های مختلفی داریم، مثلا دی داریم به معنی مثلا هارمونیکای ر ماژور، ای داریم به معنی هارمونیکای مثلا می ماژور و شکل‌های مختلفی دیگه داریم، ولی ما اونا رو برای شروع بچه‌ها احتیاج نداریم. چرا؟ چون تمام کتاب‌هایی که از سازدهنی وجود داره کتاب‌هایی هستن که در ابتدا توی گام دو ماژور نوشته میشن و شما اگه یک کتاب سازدهنی رو بگیریم بخواید شروع کنید با اون مدل گام‌ها دیگه، یعنی با مدل هارمونیک‌های دیگه نمیتونید اون اجرا بکنید و این همیشه براتون مشکل ساز میشه. پس سازلرنی که برای شروع شما احتیاج دارید جدا از اینکه چه برندی باشه، سازلرنی که حرف سی روش داشته باشه و این سی نشون دهنده سازلرنی دو ماژوره، یعنی هارمونیک‌های دیاتونیکی که در گام دو ماژور هست و شما وقتی اینو بگیرین این پترن و مدلی که روش داره هر جور که یاد بگیرین اینو میتونین به سازهای دیگه
انتقال بدیم. پس بیاین جنبندی بکنیم. سازدهنی که شما برای شروع احتیاج دارین، سازدهنی دیاتونیک در سوراخ، با توجه به اینکه مدل های خیلی از مختلفی و در گام ها و اشل های خیلی مختلفی وجود داره، سازدهنی که حرف سی کنارش داشته باشه و این سی نشون دهنده سازدهنی دو ماژور. پس یادتون باشه وقتی میرین تو مغازه ها شروع میکنید به حالا خریدن ساز و اینا، حواستون باشه که حتما این مورد رو رعایت بکنید که سازدهنی که میخرید برای هزینه میکنید، با یه عشقی میرید ساز رو میخرید، براتون مشکل ساز نشه بعدش. و اگرم برای خرید سازدهنی اینا حالا توی ایران اگر هستین و نیاز دارین به اینکه جایی برین که مطمئن باشون اینا، حتما میتونید تو کامنت ها به من بگین یا توی اینستاگرام توی دایرکت به من دایرکت بدین، من جایی که مطمئن هست و معتبر هست رو بهتون معرفی میکنم. لطفا لایک و سابسکرایب و کامنت و این چیزا یادتون نره، لطفا کامنت انگلیسی بزنین، سابسکرایب کنین، تپ کنارش هم بزنین اون زنگوله رو که ویدیوهای آموزشی بعدی اون براتون بیاد. به حواستون باشه که توی این مدل سازدهنی حتما سازدهنی رو بگیرید که حرف سی کنارش داشته باشه. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و اینکه جیبتون همیشه پرپول باشه. موفق باشید.